بسیار خوب اومدیم به صفحه 130 در ویدیوی قبل مفصل بحث قیدای تکرار و عبارات تکرار رو با هم دیگه کار کردیم در این قسمت یه سری نکته رو میگیم و چند تا تمرین هم حل میکنیم Adverbs and expressions of frequency قید تکرار و عبارات تکرار خب من این فایل سوچو براتون پلی میکنم با دقت گوش کنید تکرار کنید برمیگردیم من مجددا سعی میکنم که مروری بکنم مطالبی که در ویدیو قبلی گفتیم 2.49. 1. I always have toast for breakfast. Do you usually go to work by bus? She doesn't often go to the movies. They're sometimes late. She hardly ever watches TV. He is never stressed. 2. I have English classes twice a week. She doesn't work every day. خب به این قسمت با هم نگه گوش دادیم همطور که متوجه شدیم در بخش اول قوید تکرار اومده و مورد برسه قرار داده و باش مثال زده و در بخش دوم عبارات تکرار اومده چند دو تا مثال مشخصا بایی زده اشاره کردم گفتم که اگر ما قید تکرار داشته باشیم قبل از فعل اصلی میاد I always have toast for breakfast من همیشه نون توست میخورم برای صبحونه. Do you usually go to work by bus؟ ببینید اینجا go داریم usually اومده Do you usually go to work by bus؟ آیا تو معمولا با اتوبوس به سر کار میری؟ She doesn't often go to the movies اون اغلب نمیره به سینما اینجا ما یه فعل اصلی داریم که گو هست به همین خاطر آفن قبل از فعل اصلی اومده یه دازنس داریم که فعل کمکیه که در واقع آفن بعد از فعل کمکی اومده there are sometimes late اونا بعضی وقتا دیر میکنن اینجا or گفتیم فعل حسن رو جزء افعال کمکی ما محسوب میکنیم به همین خاطر غیر تکرار بعد از فعل or که فعل حسن هست اومده there are sometimes late اونا بعضی وقتا دیر میکنن She hardly ever watches TV. اون به ندرت تلویزیون میبینه. و جمله آخر He is never stressed. اون هیچ وقت مسترب نیست. یه نکته در مانه never بگم. ببینید ما اگه تو فارسی بخوایم این جمله رو بگیم هم کلمه never رو میاییم و میگیم هم جمله رو منفی میکنیم. اون هیچ وقت مسترب نیست. یعنی اگر ما همین, همین جمله رو بخوایم به انگلیسی بگیم میگیم هی ازنت never stressed در اصل این غلط هست یا یعنی مثلا من میخوام بگم که من هیچ وقت چای نمینوشم میگم آی never have هاف تی نمیگم آی dont never هاف تی این غلطه چرا غلطه ببینید never در واقع یه کلمه منفی کننده در دل خودش داره never یعنی not ever حالا که کلمه never یک کلمه منفی کننده محسوب میشه دیگه نیاز نیست تو جمله اون از کلمه منفی کننده دیگه استفاده بکنیم و اگر استفاده بکنیم غلط میشه اوکی خب اینا هم که در واقع عبارات تکرار بودن که گفتیم آخر جمله میان I have English classes twice a week من کلاس انگلیسی دارم دو بار در هفته گفتیم once یعنی یک بار twice دو بار three times سه بار 4 times چهار بار همینجوری تا انتها She doesn't work every day اون کار نمیکنه هر روز که این هم تو ویدیو قبلی یاد گرفتی Every minute هر دقیقه Every night هر شب Every week هر هفته Every رو میاریم بعدش این تایم یونیت میاریم و اضافه میکنیم خب چند تا نکته اینجا کتاب مذارت خواهم چند تا, کتاب، چند تا نکته اینجا کتاب اضافه کرده We use adverbs of frequency to say how often you do something. ما از قوید تکرار استفاده میکنیم برای اینکه بگیم چند وقت یک بار یک کاری انجام میدیم. که سوالش هم گفتیم how often هست. مثلا من به شما میگم که how often do you play video games؟ چند وقت یک بار شما بازی کامپیوتری مثلا بازی میکنی؟ شما مثلا ممکنه بگی I never play video games. من هیچ وقت بازی کامپیوتری انجام نمیدم. Adverbs of frequency go before all main verbs. Adverbs of frequency go after be. اشاره کردم اینجا الان گفته بی ولی اینجا هم که گفته اکسپت یعنی بی یعنی جز بی حالا غیر از بی ما به طور کلی اگه بخوایم بگیم و صحیح تر بخوایم بگیم میگیم که در واقع فعلای کمکی چون الان اینجا اصلا دازنت که خب فعل بی نیست فعل کمکیه درسته پس قیدای تکرار قبل از فعل اصلی و بعد از افعال کمکی میان که مثالش هم با برسی. دیگه کردیم توی ویدیو قبلی کامل من مفصلا توضیح دادم اگر اون ویدیو ندیدین حتما اون ویدیو رو در ابتدا ببین use a positive verb with never and hardly ever برای never و hardly ever ما باید و باید جمله مثبت باشه He never smokes اینجا smoke یعنی سیگار کشیدن یه اون هیچ وقت سیگار نمیکشه. نمیگیم he doesn't never smoke این غلطه he never smokes he doesn't never smoke غلط هست اینجا که تو اومده خودش هم اشاره کرده in negative senses the adverb of frequency goes between don't or doesn't and the verb مثل اینجا می که قیدای تکرار در جمله منفی بین فعل اصلی و فعل کمکی قرار میگیره یا به نوعی میتونیم بگیم قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی و هم نکته ای که درباره عبارات تکرار اومده و گفته expressions of frequency usually go at the end of a sentence or verb phrase که این در واقع عبارات تکرار معمولا در انتهای یک جمله یا یک عبارت فعلی میان که اینم مفصل بررسی کردیم خب میریم برای تمرین های این قسمت 4CA Put the adverb or expression of frequency in the right place Put یعنی قرار دادن میگه قرار بدید قید یا عبارت تکشار رو در جای مناسب خب اینجا میبینید جمعه رو به شما داده یک حالا adverb یا expression تکشار به شما داده اینا رو باید در جای خودش قرار بدید و جمله کامل رو اینجا بنویسید این تمرین رو انجام بدید برمیگرم جواب ها رو به هم دیگه برسی میکن. بسیار عمالی من جواب ها رو براتون نمیشم بریم هم دیگه یک برسی داشته باشیم Do you usually wear glasses؟ آیا تو معمولا عینک میزنی؟ پس اگه بخوایم بگیم مثلا حالا عینک میزنی یا عینک میزنم از فعل wear استفاده میکنیم Do you usually wear glasses؟ اینجا wear فعل اصلی ما هست به همین خاطر قید تکرار قبلش اومده I'm hardly ever bored من به ندرت حالا حسلم سر میره یا مثلا کلافه میشم چون اینجا فعل هستن داریم hardly ever رو باید بعدش بیاریم she sometimes does housework اینجا داز فعل اصلی ما هست به معنی انجام دادن فعل کمکی نیست اون بعضی وقتا کار خونه انجام میده We go to the movies once a week ما میریم به سینما یک بار در هفته Why are you always late چرا تو همیشه دیر میکنی I walk to work every day. من پیاده میرم سر کار هر روز. My friend is never stressed. دوست من هیچ وقت مضطرب نیست. ببین my friend isn't never نه. My friend is never stressed. دوست من هیچ وقت مضطرب نیست. Does it often rain in the winter? آیا اغلب در زمستان بارون میباره؟ خب. قسمت رو هم دیگه بررسی کردیم. میریم برای بخش B. order the words to make senses یه سری کلمه به شما داده که اینا ترتیبشون درست نیست باید مرتب سازی بکنید تا جمله رو بتونید کامل بسازید مثلا always she at six up gets که اینا رو مرتب بکنید میشه she always gets up at six خب این تمرین رو برای این هشتا سوال انجام بدید برمیگردیم جواب ها رو با هم برسیم خب جواب های این قسمت هم با هم دیگه مرور داشته باشیم حالا چون جا نشد من خواستم که جدا بیارم جواب ها رو که راحت تر بتونید جمله رو نگاه کنید I am never late for class من هیچ وقت برای کلاس دیر نمی کنم We hardly ever eat fast food ما به ندرت یا خیلی خیلی کم fast food می خوریم What time do you usually finish work چه ساعتی تو معمولا کاج رو تمام می کنی؟ My parents don't often listen to the radio. Uh, پدر مادر من اغلب به رادیو گوش نمیدن. My brother is always hungry at lunch time. برادر من همیشه گرسنه هست در زمان نهار. خب چی گرسنه‌ش نیست؟ We don't always do our یا our homework. هر دو تلفظ درسته. We don't always do our homework. ما همیشه تکالیفمون رو انجام نمیدیم. Do you drive to work every day? آیا تو هر روز رانندگی میکنی تا محل کار؟ یعنی با ماشینت میری به محل کار؟ Our teacher یا our teacher is hardly ever angry. معلم ما به ندرت عصبی هست یا حالا اینجا میتونیم معنی کنیم به ندرت عصبی میشه خب این قسمت رو با هم بررسی کردیم برمیگردیم به بخش اصلی کتاب خب قسمت گرامر مفصل با هم دیگه بررسی کردیم میریم بر بخش D make true sentences about you with the verb phrases below and an adverb or expression of frequency compare with a partner خب یه سری عبارت اینجا اومده گفته و از شما خواسته که جمله های درست و واقعی درباره خودتون بیاین با استفاده از حالا این قیود تکرار و عبارات تکراری که الان توی قسمت گرامر یاد گرفتیم رو از اون استفاده بکنیم و جمله کامل درست کنیم مثلا be late for work or school یعنی دیر کردن برای کار یا مدرسه که حالا اینو مثلا کامل گفته I'm often late for work من اغلب دیر میکنم برای سر کار یا یعنی مثلا شما میتونید بگین I'm never late for university. من هیچ وقت برای دانشگاه دیر نمی کنم. یا حالا این جمله رو با قید تکرار اومده گفته. این جمله رو با عبارت تکرار. I check my emails five times a day. من ایمیل رو چک میکنم پنج بار در روز. من این مورد رو براتون بخونم. Be late for work or school که توضیح دادم. Go to the hair salon. رفتم به حالا آرشگاه هیر سلان نمیم سالون سلان be تایرد in the morning خسته بودن در در واقع صبح اینجا بی چون اومده خب ما باید بدوش امویز آر بیاریم دیگه حواستون باشه این همین فعل هستن هست دو هاوس ورک کار خونه انجام دادن واچ the news on تی وی در واقع اخبار تماشا کردن در تلویزیون چک یور ایمیل ایمیل چک کردن گو تو the موویز رفتن به سینما و چت آنلاین آنلاین چت کردن مثلا من میگم که I always chat online من همیشه آنلاین چت میکنم یا میتونیم یک در واقع عبارت تکرار بیایم و باش استفاده بکنیم I chat online every night من هر شب آنلاین چت میکنم حتی ما این جمله بسازیم خب میریم برای قسمت بعدی که فور هست Reading and speaking Working pairs Check five things that You think help people to live to be a hundred. Then read the article to check. خب. از شما میخواد که پنج تا از این جمله ها رو بیایید و چک کنید یعنی تیک بزنید که کمک میکنه که شما به سن صد برسی خب من این موارد رو براتون میخونم باید حدس بزنید بعد میریم ریدینگ رو با هم دیگه میخونیم و میبینیم که آیا گزینه‌ای که انتخاب کردین درست هست یا نه خب They have a big family. اونها دارن یک خانواده بزرگ. یعنی منظورش نیست خانواده بزرگ داشتن یا پر جمعیت داشتن میتونه به این که شما صد ساله بشی کمک بکنه. اگه حالا بچه ها هرست ندن شاید. They aren't in a hurry. اونا عجله نمی کنن. گفتیم تو to be in a hurry یعنی عجله کردن یا عجله داشتن. They sleep 8 hours. اونها هیچ ساعت میخوابن. They have pets. اونها حیوان خونگی دارن. Pets یعنی حیوان خونگی. They hardly ever eat meat. اونها به ندرت eat ای meat ای گوشت میخورن. They hardly ever take medicine. یا medicine فرق نمیکنه. هر دو تلفظ درسته. Take medicine یعنی دارو مصرف کردن. که take اینجا فعل هست. Medicine یعنی دارو. Take medicine یعنی دارو مصرف کردن. They hardly ever take medicine. اونها به ندرت دارو مصرف میکنن. حالا این دی که داره میگه کیا هستن؟ همینایی که به قول معروف حالا میخوایم متنش رو بخونیم. اینا که صد ساله شدن و میخوایم به راز اینکه اینا چطور صد سالشون شده پی ببریم. They often go to the doctor. اونا اغلب میرن پیش دکتر. They work outside اونا بیرون کار میکنن منظور مثلا داخل خونه یا داخل اداره کار نمیکنن حالا توی مثلا زمین کشاورزی یا مثلا چیزهایی از این دست They often see friends اونا اغلب دوستانشون رو میبینن یا دوستان رو میبینن خب این جمله ها رو به امریکه خوندیم بریم برای قسمت خود مت The secrets of a long life رمزهای یا رموزه رموز اینجا آو رو من دارم ا معنی میکنم رموز یک زندگی طولانی خب من در ابتدا میخونم معنی نمی کنم. بعد میرم و برمیگردیم معنی میکنیم و ادامه داستان رو هم که داریم پس داستان, اید... داستان این شد ببینید ما قراره یه متنی بخونیم درباره اینکه در واقع این رمزهای یک زندگی طولانی چی هستش میخوام ذهنتون یکم آشنا بشه خب ببین برای قسمت اول In three areas of the world a very high number of people live to be 100 Scientists ببین من چجوری اینو میگم میتونم بگم scientists که سخته یعنی بیام میگم س خب. اگر اینجوری بود اگر آخر یه کلمه یه صدایی بود بعد یه صدای دیگه بعد دوره همون صدای بود مثل اینجا صدای سه رو داریم بعد صدای ت بعد صدای سه رو داریم خب اگه اینجوری بود میتونید دو تا صدای آخر رو نگین یعنی میتونید بگین scientists یعنی این ت و سه رو نگین خب scientists want to know why what do the three places have in common خب سه تا مکان رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم اکوادور Vilcabamba, a small village in the Andes, is often called the Valley of Long Life. What's its secret? Firstly, Vilcabamba is not very hot or very cold. The temperature is usually between 64 and 80 degrees Fahrenheit. حالا میتونیم اینجوری هم بگیم 18 and 27 degrees Celsius که ما هم این در واقع به این روش میاییم و دمان رو میگیم دمای حالا هم سلسیوس ما هم میگیم and the air is very clean secondly people work hard in the fields and exercise a lot thirdly Their diet is very healthy. They eat a lot of fruit and vegetables, and they hardly ever eat meat or fish. The water they drink from the river in Vilcabamba is very rich in minerals. They also have a good social life. In Vilcabamba, people say the left leg and The right leg help you to be healthy because they take you to your friends homes. خب این قسمت رو خوندیم که برای کشور اکوادور بود، ببینیم برای قسمت بعدی که مربوط به منطقه در ایتالیا هستش. Italy in Ogliastra, a mountain region of Sardinia One out of every 200 people lives to be 100, and they are usually very healthy too. Most of the people in the villages work outside in their fields and with their animals. They have a healthy diet with a lot of vegetables and not much meat or fish they hardly ever take any medicine life is hard says for Toronto, who is a shepherd but i am never stressed i never read the newspaper because i can't read very well. japan has the japan. People in Okinawa in Japan do not have big meals. They usually just have vegetables and fish and often eat soy. Okinawans are very active and they often work until they are 80 or more. But they also relax every day. They see friends and they meditate. Ushi from Okinawa is 107. In the evening, she often dances with her daughter. I want to have a boyfriend, she says. When journalists ask people from Okinawa, What is your secret? they answer, We are happy. We are always positive and we are never in a hurry. خب، این قسمت رو من خوندم. کلماتی که براتون جدید هست رو حدس بزنید. برمیگردیم معنی این قسمت رو براتون من توضیح میدم و میریم برای ادامه بحث بسیار خوب، بریم بر ترجمه این قسمت. The secrets of a long life. رمز های یک زندگی طولانی In three areas of the world در سه ناحیه دنیا یا در سه منطقه دنیا A very high number of people live to be 100 تعداد خیلی زیادی یا یک در واقع شماره یا تعداد خیلی زیادی A very high number افراد خیلی زیادی تعداد خیلی زیادی از مردم Live to be hundred. زندگی میکنن که 100 ساله بشن منظورش اینه مثلا به سن 100 سال میرسن scientists want to know why دانشمندان میخوان بفهمند چرا what do the three places have in common چی این سه تا مکان به اشتراک دارن یعنی چی هست که در هر سه این مکان مشترکه این کامن پس یعنی مشترک خب اکوادور رو داریم ویلکابان با A small village ویلیج. یک روستای کوچیک در رشته های آنس در حالا قسمت آمریکای جنوبی هستش is often called the valley of long life معمولا بهش میگن یا نامیده میشه is called یعنی نامیده میشه یا بهش میگن دره در زندگی طولانی what its secret رازش چیه Firstly, اولا ویلکاباما is not very hot or very cold ویلکاباما نیست خیلی گرم از اون خیلی هوا مثل داغ باشه یا خیلی سرد پس هواش معتدله The temperature is usually between ش4 and 80 degrees Fahrenheit دما The temperature دما هست معمولا بین 64 و 80 درجه فارنهایت یا 18 و 27 درجه سلسیوس که گفتم ما هم اینجوری میگیم در زمان بریتیش هم به این صورت گفته میشه uh, ابتا در زبان بریتیش که نه در لحجه بریتیش مرزد And the air is very clean و هوا هست خیلی تمیز Secondly دومن حالا میخواد دلیل دوم رو بیاد و مطرح بکنه People work hard in the fields and exercise a lot مردم کار میکنن سخت در زمین های کشاورزی و ورزش میکنن خیلی زیاد اکسرسایز رو گفتم توضیح دادم که که ما اکسرسایز استفاده می که ما اکسرسایز استفاده میکنیم که پلی سپورت استفاده میکنیم Thirdly, ومن، Their diet is very healthy دایت یا رژیم غذایی اونها هست خیلی سالم They eat a lot of fruit and vegetables. اونها میخورن مقدار زیاد میوه و سبزیجات. And they hardly ever eat meat or fish. و اونا به ندرت گوشت یا ماهی میخورن. The water they drink آبی که اونها می نوشن from the river in Vilcabamba از رودخانه‌ای که حالا در Vilcabamba هست is very rich in minerals هست خیلی غنی از نظر معدنی یعنی کلی املاح معدنی در این آب هست ریچ uh, uh, خب ما یه معنیش رو قبلا داشتیم یعنی پولدار حالا اینجا به معنی غنی معنی میکنیم مینرالز هم که یعنی مواد معدنی یعنی از نظر مواد معدنی خیلی غنی هست این آبی که اینا می نوشن They also have a good social life اونا همچنین دارن یک زندگی اجتماعی خوب سوشال لایف یعنی زندگی شما یعنی میدن حالا به افراد خانوادهشون به دوستاشون سر میزنن این ویلکابانبا پیپل سی در ویلکابانبا مردم میگن The left leg and the right leg help you to be healthy چی میگن؟ میگن پای چپ و پای راست کمک میکنه به شما که سالم باشی حالا چرا؟ Because they take you to your friends' homes به خاطر اینکه اونها تو رو میبرن take you به خونه های دوستاتون یعنی میگه دلیل اینکه در واقع شما سالم هستین یا ما اینجا سالم هستین این است که ما میریم مثلا به حالا دوستامون یا افراد خونه و سر میزنیم به من قسمت بعدی ایتالی این آگلیاس را میگه که در آگلیاس یک منطقه کوهستانی که در ساردینیا ایتالیا هست One out of every 200 people lives to be 100. یکی از هر دویست نفر. One out of every 200 people یعنی یکی از هر دویست نفر. حالا شما اصلا میتونید اینو بگید که مثلا ده نفر از هر دویست نفر. Ten out of every 200 people. Lives to be 100 اینجا چون وان داره گفته لیوز را لیوز ها مثلا بخوام اگه مثلا گفته بود که 5 out of every 200 people میگفت لیو چون اونجا جمع میشدن دیگه میگه که یکی از هر دیویس نفر اینجا مثلا به سن 100 سال میرسه and they are usually very healthy too و اونها معمولا خیلی هم سالم هستن Most of the people in the villages work outside in their fields and with their animals. بیشتر افراد در روستاها کار میکنن بیرون یعنی بیرون از حالا ساختمون خونه و اینا کار میکنن در زمین های کشاورزیشون and with their animals و با حیواناتشون they have a healthy diet اونا یک رژیم غذایی سالم دارن with a lot of vegetables and not much میت او فش با حالا مقدار زیادی سبزیجات و نه خیلی زیاد گوشت و ماهی یعنی گوشت و ماهی زیاد نمیخورن They hardly ever take any medicine اونها خیلی کم یا به ندرت دارو مصرف میکنن Life is hard یه زندگی سخته Says for Who is a shepherd But که اینجا اشاره میکنه میگه که هست یک چوپان این جمله ای که life is hard رو یک شخص که شفرد هست یا چوپان هست اومده و میگه but I am never stressed اما من اصلا مسترب نیستم آدم استرسی نیستم I never read the newspaper من هیچ وقت روزنامه نمیخونم I never read the newspaper because I can't read very well چون من به خوبی نمیتونم بخونم فارق دیگه از دنیا که فارق باشی تا دیویز سال هم عمر میکنی خب جپن People in اوکیناوا in Japan do not have big meals میگه مردم در اوکی... اوکیناوا ژاپن وعده غذایی مفصل اینجا بگ به معنی بزرگ حالا نگیم بهتره چون برای وعده غذایی مثلا وعده سنگین مفصل وعده غذای سنگین نمیخورن They usually just have vegetables and fish. اونها معمولا فقط سبزیجات و ماهی میخورن. And often eat soy. و اغلب اونا سوی یا سویا میخورن. Okinawans are very active. میگه مردم اوکیناوا. اینجا اوکیناوانز منظورش مردمی است که در اوکیناوا زندگی میکنن. هستن خیلی اکتیو یعنی پر حرارت، پر جنب و جوش فعالن اکتیون and they often work until they are 80 or more و اونا اغلب کار میکنن تا زمانی که اونا 80 سال هستن یا حتی بیشتر یعنی تا حتی 80 سالشون میشه یا حتی بیشتر هم حتی کار میکنن But they also relax every day اما اونها همچنین استراحت میکنن هر روز They see friends and they meditate اونا دوستانشون رو میبینن و اونها مدیتیت میکنن مدیتیت, مدیتیت یعنی مدیتیشن کردن مثلا حالا یه سری نرمش های هست سری کارهایی هست که حالا انجام میدن مثل یوگا که مثلا برای حالا ریلکس کردن و استراحت کردن حالا هم بدنی هم روحی هستش اوشی فرام اوکیناوا از 107 میگه که اوشی از اوکیناوا هست 107 ساله In the evening she often dances with her daughter. در اصر اون اغلب میرقصه با دخترش. I want to have a boyfriend. <laughs> من میخوام که یک دوست پسر داشته باشم. She says, اون میگه خنده که نداره ولی خب دوست پسر به, به سنش پیدا نمیشه. شاید خودش خودشون پیدا بشه. When journalists ask people from Okinawa, what is your secret? The answer, we are happy, we are always positive, and we are never in a hurry. Uh, we are never in a hurry. بله. Uh, میگه که وقتی که حالا روزنامه نگاران یا خبرنگاران میپرسن می از مردم دیگه انتهای ویدیو داره میشه من بازشین داره تموم میشه. وقتی که خبرنگاران یا روزنامه نگاران uh, میپرسن از مردم اوکیناوا که رمزتون چی هست What is your secret؟ اونا جواب میدن ما خوشحال هستیم ما هستیم همیشه مثبت یعنی مثبت فکر میکنیم مثبت اندیش هستیم و we are never in a hurry ما هیچ عجله نداریم عجله کار شیطونه رو اینا به معنای واقعی کلمه بهش اعتقاد دارم خب بریم برای قسمت بخش A که اینجا یه سری جمله بود شما باید اینا رو تکمیل میکردین جمله رو من خوندم مجدد نمیخونم پنج تا از اینا رو شما تیک بزنید حالا قبلا تیک زدین اما اگه تیک نزدین الان دیگه جواب درست انتخاب بکنید برگردیم بیاین و جواب رو بهم دیگه بررسی بسیار خوب جواب ها رو من براتون نوشتم they aren't in a hurry اونا عجله ندارن they hardly ever eat meat اونها به ندرت گوشت میخورن They hardly ever take medicine. اونها به ندرت دارو مصرف میکنن. They work outside. اونها بیرون کار میکنن. منظور مثلا تو خونه یا داره کار نمیکنن. دقیقا مثل ما. They often see friends. اونها اغلب دوستاشون رو میبینن. خب میریم بر قسمت بعدی که بی هست. Read the article again. In which places are these things important? چهار تا چیز رو اومده گفته و شما میخواد که بگید در کدوم یکی از این مکانها حالا اکوادور ایتالیا یا ژاپن اینا مهم هستن من اینا رو میخونم A special kind of water A special kind of food The weather و being positive خب جواب رو بنویسید برمیگرم جواب رو برمیگرم خب جواب این قسمت ها من براتون نوشتم اسپیشال kind اف of water یک آب یک مدل حالا آب مخصوص که در اکوادور بود اسپیشال kind اف of فود یک مدل غذای مخصوص که در ژاپن بود The weather آب و هوا که بازم در اکوادور و بینگ positive در ژاپن یا همون ژاپن خب قسمت سیره رو داریم آندرلاین نیو ورڈز اور فریزز این دی تکستس یا میتونیم بگیم تکست گفتم and compare with a partner. Try to guess their meaning. Choose two words to learn from each text. خب اینجا میگه کلماتی که حالا کلمات که برای شما در این متن جدید هست رو آندرلاین کنین زیرش خط بکشین و بین مقایسه کنید با دوستتون سعی کنید معانیش رو حدس بزنید که من همیشه این کار رو ازتون میخوام و دو تا کلمه رو انتخاب کنید که از این در واقع متن یاد بگیرید خب بریم برای قسمت D Look at the five things in A that are in the text Are they true for people in your country? Do you think they have a healthy lifestyle? میگه که به ب... این پنج تا چیزایی که در قسمت A اومد نگاه کنید منظور ها اینا هست که باعث میشه که این افراد زندگی های طولانی داشته باشن آیا اینا برای مردم کشور شما درسته؟ یعنی مردم کشور شما اینا رایت میکنن؟ اینو که خیلی رعایت میکنن مثلا همیشه عجله دارن they hardly ever eat meat که اصلا نگو همیشه یا مثلا عروسی مثلا عزا و مهمونی اصلا مگه میشه غذا گوش نباشه they hardly ever take medicine این که دیگه اصلا یعنی خیلی ببخشید یه یکم آبریزش بینی طرف پیدا میکنه تو سر خود میره تو مدل قرص میخوره دیگه They work outside خب این دیگه جهانیه دیگه الان کی دیگه مثلا غیر از کشاورز و, و خارج از حالا اداره یا مثلا خونهشون کار میکنن They often see friends اونا اغلب دوستاشون رو میبینن بعد میگن آقا پارتی نرید بده خب ببین چقدر مزیت داره پارتی مهمونی چیزای خوبیه دیگه می دوستاتون رو میبینید و عمرتون زیاد میشه خب میرم برای قسمت E communication short life long life page 101 interview your partner with the questionnaire then change roles خب به صفحه 101 و یک مصاحبه هست یک در واقع پرسشنامه هست که سوالا رو بررسی میکنیم. حالا دو نفری است اشکالی نداره اگر تنها هستیم میریم حداقل سوالا رو یه چک میکنیم که ببینیم به چه معنی هست خب بریم به صفحه 101 و برمیگردیم خب اومدیم به صفحه 101 for C short life long life زندگی کوتاه یا زندگی طولانی students A and B interview your partner A ask the questions in the questionnaire B answer and give more information if you can then change roles خب یه پرسشنامه اینجا هست حالا من اصلا کاری ندارم ببین شما دو نفر هستین یا یه نفر هستین من این سوالا رو میخونم شما جواب بدین سوالا رو میخونم معنی هم میکنم شما جواب بدید بعد در انتهاش یه کار جالبی است که حالا با هم دیگه بررسی میکنیم خب هوافن رو گفتیم گفتیم این چند وقت یک بار یک عبارت پرسشی WH هست که امروز باش آشنا شدیم هوافن این چند وقت یک بار هاو افن دو یو هاف بریکفاست چند وقت یک بار شما صبحانه میخوری a بی و سی a هاردلی ایور یا never یعنی به ندرت right, یا هیچ وقت sometimes usually بعضی وقتها معمولا یا always همیشه هر کدوم اینار که برای شما درست هست انتخاب کنید همه رو انتخاب کنید واقعا یه اتفاق جالبی میفته how often do you eat fresh fruit and vegetables چند وقت یک بار شما میوه های فرش یعنی تازه و سبزیجات میخورید Hardly ever به ندرت once a day یک بار در روز و three times a day سه بار در روز How often do you eat fast food? چند وقت یک بار شما fast food میخوری؟ Often اغلب sometimes بعض وقتا Hardly ever یا never به ندرت یا هیچ وقت How often do you exercise? چند وقت یک بار شما ورزش یا نرمش میکنی؟ Hardly ever never once or twice a week یک بار یا دو بار در هفته three or four times a week سه بار یا چهار بار در هفته How often do you feel tired or stressed? چند وقت یک بار شما احساس خستگی یا حالا استراب داشتن میکنی؟ Always, often, sometimes, hardly ever, never خب به برای قسمت بعدی How often do you relax? چند وقت یک بار شما استراب میکنی؟ Hardly ever, never, sometimes, every day, هر روز How often do you see your friends? Sometimes, often, very often بعضی وقتا اغلب خیلی uh, یعنی این وقتی که very often میگیم درجهش از often بیشتر میشه uh, و حالا اینا uh, how often ها تمام شد how many hours do you usually sleep a day چند ساعت um, how many hours یعنی چند ساعت شما معمولا میخوابی در روز 0 uh, to 4 5 to 6 7 to 9 گزینه بیشتر نداره How many cups of coffee do you drink a day? چند تا فنجون قهوه شما در یک روز می نوشی؟ More than five بیشتر از پنجتا تا Usually only one or two معمولا فقط یه دونه یا دوتا I don't drink coffee من قهوه نمی نوشم و uh, Which of these is true for you? کدوم که از اینا برای شما درسته؟ I'm not very positive about life من uh, حالا نگرشم یا ذهنیتم مثبت نیست درباره زندگی I'm usually positive about life من معمولا حالا مثبت هستم نسبت به زندگی I'm always positive about life من همیشه مثبت هستم نسبت به زندگی خب شما اینایی که حالا بین این گزینه که بین A, B و C بود رو انتخاب میکنید بعد به A پنج, تا سکور حالا یا نمره به B تا و به C ده تا میدید جمع امتیاز شما توتال سکور شما میشه نمبر اف years یو لیو تعداد سالهایی که شما زندگی میکنی. و ببینیم که شما چند سال زندگی میکنید دیگه خب این قسمت هم با بررسی کردیم برمیگردیم به بخش اصلی کتاب بسیار خوب قسمت ای رو هم انجام دادیم بخش 5 آخرین بخش این فیلم هست یک آهنگ هست که من براتون پلی میکنم Who wants to live forever? چی میخواد که زندگی کنه برای بینهایت، نهایت forever یعنی مثلا بی نهایت زندگی بکنه تا ابد زندگی بکنه خب من از حضور، از حضورتون مرخص میشم این آهنگ رو براتون پلی میکنم و ازش لذت ببرید امیدوارم که مطالب خوبی یاد گرفته باشین تا جلسه بعد که در خدمتتون باشم فعلا خداحافظ